برگشتن پرنده های دریایی به این شهر کوچیک همیشه معنی خاصی داشته. واسه اکثر مردم بندرنزلی این هیاهو به معنی شروع فصل صید و ماهیگیریه. اما قرار از امسال برای من معنی متفاوتی داشته باشه. برای من که از فردا اولین روز تدریسم رو توی مدرسه کوچیک شروع میکنم. دارم سعی میکنم همه چیزایی که تو دانشگاه به ما یاد دادن رو به یاد بیارم. صبر و حوصله، تفاوت‌های فردی، صداقت با دانش آموزا. روز اول خیلی میتونه مهم باشه. همیشه اولین برخورد شما. من بهرامی هستم، دبیر هنر امسال شما و امیدوارم که سال خوبی رو با هم داشته باشیم و میخواستم بهتون بگم که حالا مهم نیست، در طول سال بهتون، در طول همین زنگ بهتون میگم و جز به وسایلیه که باید برای من آورده بشه. این وسایل تو کلاس من حتما مهمه و دلم میخواد که برای من آقا و این وسایل برای من حتما بیاری. گوش کن، دارم با تو صحبت میکنم. دارم با تو صحبت میکنم. اه آقا شما اسم چیه؟ گوش بده. گوش کن. تو یه فاشیست عوضی هستی. اونا خیلی از تو کوچیک‌ترن. چرا این کارو کردی؟ قول میدم تو کلاس بعدی جبران کنم. دست پایین. هیچ کی امروز حق نداره از من سوال کنه. باز کن کتاب دفتر. درس اول. دانش آموزان عزیز، در دنیای امروز درس اول من اینه که با شاگردای شلوغی مثل واقف نیا یا این یکی سعید عشقی کار دیگه ای جز این نمیتونی بکنی. هر دوتاشون دو سالن و هیچ انگیزه ای برای دوباره خوندن این درس ها ندارن. تساوی اولیه خط را به وجود آورد. به اولیه خط
انسان خط تصویری میگوید. به نظر شما چند تا هنر وجود داره؟ یعنی چند تا هنر میشناسین؟ ازتون میخوام که اون هنرها رو نام ببرید. علمی، فرهنگی، ورزشی، هنری. ورزشی مثل هنرهای رزمی، جودو، سنگ‌نوردی. آقا خوش هنر کوزه، مثلا کوزه رو درست میکنه آقا. یه صنعتی، یه خیاطی، یه قالی بافی. همه کارهایی که انسان با تلاش و کوشش انجام میده هنره. خب همه کارهایی که انسان با تلاش و کوشش میکنه هنره. بچه‌ها به نظرتون این تعریف این آقا درسته؟ اول سطح بالایی اینو میکشید، اول مثل یک لوزی میمونه. اگر کمی خطاش جا به جا شد یا کمی خراب شد هیچ اشکالی چی؟ نداره، هیچ مهم نیست. خب بعد سه تا ارتفاع باید براش بکشیم. به این صورت سه تا چی؟ ارتفاع. درسته؟ خب من دارم برای تو اینجا درس میدم، گوش بده. برو یک اشکال بیار ببینم. کتاب هنر اول راهنمایی با یادگیری کشیدن شکل مکعب ها شروع میشه. بچه ها بعد از روی این الگوها اونقدر بکشن تا دستشون تو کشیدن این شکل ها روون بشه. چرا نمیتونی؟ سخت. یک کمک اگه میشه با آقا کنی نمیتونی بکشه. چرا آقا؟ کج در میاد. این موجودای چند وجهی به هر چیزی شبیه هم غیر از مکعب. بیشتر بچه ها از کشیدن مکعب ها عاجزن. حتی دیگه حوصله خودم هم سر رفته. ولی کافیه اینو بفهمن. اون وقتی نمیشه کنترلشون کرد. فوریه، بریم برگردیم. چی فوریه؟ دست روی آقا. آقا چی میگه؟ آقا بسا میخنده به نباشم. چی آقا؟ به چی میخنده؟ به نباشم آقا میخنده. پرسپکتیو از نقاشی اروپایی ها به نقاشی ایرانی وارد شد. چیزی که خودشون هم تو دوره مدرنیسم ازش فرار میکردن. ولی هنرمند شرقی آزاد و بدون تقلید از واقعیت هر چیزی رو که میخواست روی صفحه میآورد. درست مثل نقاشی کودکان. بچه ها درک درستی از پرسپکتیو ندارن و این همون چیزی که درس هنر میخواد مجبورشون کنه که یاد بگیرن. اما من که نتونستم از هیچ راهی به سعید عشقی چیزی یاد بدم. چرا بچه‌ها ازش شکایت میکنن؟ چرا بچه‌ها از تو شکایت میکنن؟ بچه‌ها رو زدی دیگه؟ مبصری بچه‌ها رو زدی یا نزده؟ تمام کلاس رو به هم میریخت. بچه‌ها رو کتک میزد. هیچ وقت دفتر و کتاب نمی آورد. اما چیزی که بیشتر از همه عصبانی میکنه بی‌تفاوتیشه. این زنگ گوشه کلاس وای میسی؟ پشت به بچه‌ها. واقعا واسه هیچ فرقی نمیکنه که تنبیه بشه یا نه. انگار میخواد منو کلاسمو مسخره کنه. هر وقت بچه ها تو رو بخشنه میمیشین سجاد. برو بایسته اونجا.
این مکعب مربعی که توی درس شما هست دلم میخواد کشیدنش خوب یاد بگیرین، ولی من میبینم اکثر شما دارین با فشار و ناراحتی نقاشی میکنین. گوش بده به من، سطح یه بار برات توضیح میدم کشیدن این چه جوریه و ازتون میخوام اینقدر دیگه با پاکون کار نکنید. نمیخوام اینقدر پاک کنین. اصرار بیشتر من فقط کارو بدتر میکرد. پاکونا تو کلاس من یه امپراتوری واقعی رو انداخته بودن. با خطکش میشه کار کرد؟ نه با خطکش اصلا، با دستتون، فقط با دست کار کنید. نقاشی ارزش داره که با دست کشیده بشه. نگفتم با خطکش نکشید. بعد از مدتی خطکش هم به وسواس های اونا اضافه شد. اصلا خطکش رو بذار کنم، بذار زیر میز خطکش. هیچ بچه از نقاشی کردن لذت نمی برد. اصلا من نمره نه هیچ کس نمیخوام فعلا بدم آقا جون. اصلا نمره رو ول کنید، به فکر نمرتون نباشید. پاکون به کسی ندین، تراش هم ندین. پاکوناتون اصلا بذارید تو کیفتون و خطکش هم بذارید تو کیفتون. نقاشی با خطکش به درد هیچ کس نمیخوره. الان دارم میگم پاکون نگید. بالاخره خودم هم ناچار شدم به شیوه همیشگی مدرسه رو بیارم. تهدید کردم که نمره هاشون رو کم میکنم و خب نتیجه این کار بی‌شباهت به فیلم‌های پلیسی نبود. خواب دیدم یه پاکونه گنده دنبالم کرده و میخواد پاکم کنه. من یه گناهکار فراری بودم که رویای بچه ها رو میدوزید و باید مجازات میشد. پیکاسو معتقد بود اگه نمیدونی چه رنگی بذاری به جاش سیاه بذار، و من اینطور معنیش میکنم که اگه توی درسی گیر کردی کنارش بذار. بالاخره دست از سر مکعب ها برداشتم. میخواستم از تاریخ هنر ایران براشون بگم. شاید قصه ها بتونم اونا رو علاقه من کنن. این درس درباره زندگی کمال‌الملکه. ازتون میخوام وقتی دوستاتون میخونن خوب به درس گوش بدین. وقتی تموم شد از چند نفر میپرسم که این درس درباره چی بوده و زندگی کمال‌الملک رو برای من توضیح بدین. درسته؟ بله. به کتابا نگاه کنین ببینم. دانش آموزان عزیز، شاید اسم محمد غفاری یا کمال‌الملک رو شنیده باشید. او یکی از هنرمندان و استادان بزرگ نقاشی ایران است. پدر، عمو و برادر او نیز از نقاشان بزرگ قرن 13 هجری ایران بودند. او با الهام از مردم مدارس زیارتگاه ها و مناظر ایران نقاشی های ارزنده. کمال‌الملک در سال 1319 شمسی پس از 12 سال رنج و تبعید درگذشت. آرامگاه او در الهام زیادی در مدارس زیارتگاه و مناظر ایران در نقاشی ها یه علاقه داشت. کلهوری این درس کمال‌الملک رو از روی کتاب نگاه نکن، به من بگو الان این درسی که بچه ها خوندن تو چی ازش فهمیدی؟ او در سال هجری نه 13 هجری به دنیا آمد. نه رضاخان اونو گفت که تبعیدش کرد به جای دیگه با خداحافظی میکرد از نقاشی. بعدم در همون جایی که تبعید کرد چند سال دیگه فوت کرد. مرسی. تو همچین وضعی رفتار دانش آموزا کاملا به عکس العمل من بستگی داره، ولی خب من خودم هم خندم گرفت. خب حالا کی میدونه که کرمال کچل بود یا نبود؟ کسایی که میگن کچل بود دستشون بالا. چی باعث شد کلاس اینطور به هیجان بیاد؟
امیدوارم روح اون نقاش بزرگم از اون بالا به همراه این بچه ها بخنده. این ماجرا باعث شد یه تحقیق کوچیک کنم. میخواستم بفهمم اوضاع فقط تو کلاس من اینطوریه یا بچه ها تو بقیه درس ها مشکل دارن. چند نفر بچه های زرنگتر کلاس رو کنار گذاشتم و با یه سری سوال های ساده از کتاب های درسیشون آزمایشم رو شروع کردم. اسم معلم فارسیتون چیه؟ یاد رفت. اسم معلم جغرافیتون چیه؟ نه. اسم معلم ادبیات شما چیه؟ ادبیات؟ واقف نیا. چند تجید آوردی؟ پارسال ها. پارسال هر دو ترم و هشت آورد. کلاس یکی ها. کلاس یکی ها. خیلی خوب. آرش من بگونم پایتخت ایران کجاست؟ اجازه پایتخت ایران اجازه آسیا اجازه. پایتخت ایران؟ پایتخت ایران پایتخت ایران افغانستان پایتخت ایران ترکمنستان دماوند پایتخت ایران کجاست؟ رشت ایران تو کدوم قاره است؟ دماوند آفریقا آسیا قاره آفریقا آذربایجان حافظ کی بود؟ حافظ شیرازی حافظ یه دونه از شاعرهای خوب ایرانی بود حافظ کسی بود که شعر میگفت با مردم خوشرفتاری میکرد شعر میساخت چه جور شعرهایی؟ بری منظومه سعدی منظومه سعدی دانشمند بود دانشمند شیرازی اجازه حافظ توی فیلم بازی میکرد اجازه با شعر دوست میگرد در کتاب راهنمای شعر مینوشت و فال مینوشت فالم مینوشت میتونی به من بگی که معنی لغت از خودگذشتگی چی میشه؟ یعنی به دیگران کمک کردن از خودگذشتگی مثلا یادمون رفته یعنی بی خودی مثلا بی خود مثلا بی خود دیگه مثلا از خود رفتگی از خود رفتگی خب یعنی چی؟ باید از خودمون یه چیزایی به یاد بذاریم نه به دیگران به احترامی نکنیم انشتن کی بود؟ برق را اخترا کرد هنر نقاش بود هنرمند بود دانشمند کتاب فارس اسمش مده بود انشتن آقا اجازه لباس های کهنه می بوشید دیگه توی یه شهر دیگه رفته و دیش که اونو نمی شناخت نه چهار تا سی و دو تا نه چهار تا سی و هشت پنج تا هشت پنج تا آن میشه هشت هشت نه تا پنجای نه تا پنجای هشت هشت تا شیشتا؟ شیشتا مرسی بیشتر سوالایی که انتخاب کرده بودم به محفوظات بچه ها تکیه داشت تنها الگوی درسی که برای این شاگردا و البته خود من وجود داشته اما اینم باید بگم که همشون در دونستن یه چیز مشترک بودن بهترین بازیکن فوتبال در حال حاضر دنیا کیه؟ رونالدینیو 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 ممنونم تو دوست داری که در آینده تو چه تیمی بازی کنی؟ خواهد کنار علی کردی تو بایر مونیخ
باشه باشه، ببین پایین بس وایس اینج بزنید زنگ بزنید. اومدی تو صحبت می‌کنم بیام کلاس. من احتمال میدم یه دانش آموزی که خودش دو ساله است مشکلی داره، خودش هم این نزدیکیات میشناسیم که به هر حال ما که میدونیم کار این بوده، حالا به هر حال اینو بیاریم اولیاشو بیاریم وضعیتش رسیدگی بکنیم، تحویل نیروی انتظامی بدیم دیگه. دیگه به هر حال از دست ما دیگه کار ساخته نیست، چون تو انبار هم یه سری دزدی شده که ما به هر حال بچه‌ها رو پایین نگه داشتیم، گفتیم که بذار سرجلسه بکنیم چیزای کم شده، باید این رسیدگی بشه. اومده دزدی کرده و توهین نوشته برای همکارا و این میزنیم که تا تمام کلاس. تنها فایده انتقام اون دانش آموز این بود که بچه‌ها چند ساعتی از شر درس ها راحت شدن، چون بعد فحشایی که واسه معلم نوشته بود و پاک میکردن. کار یکی از شاگردای سال سومی بود، تحویل نیروی انتظامی دادنش و از مدرسه اخراج شد. تفاوت بچه‌های سال سوم با بقیه شاگردای مدرسه اونقدر زیاده که من از دادن هر صفتی به اونا عاجزم. نمیتونم بگم معصومیتشون از دست میدن یا خشن‌تر میشن. اصلا به چیز دیگه ای تبدیل میشن. خیلی‌هاشون تو همین مقطع ترک تحصیل میکنن. دل مشغولی جدید اونا کتککاری‌های بی‌دلیل و بازی‌های مرگباریه که چند صد متر اونورتر از دیوار مدرسه اجرا میشه. کمتر از دو هفته بعد درست پشت دیوار مدرسه دوستای همون پسر اخراجی مراسم سوگواری رو براش به جا آوردن. با موتورش تصادف کرده بود. تمام مدت صدای عزاداریشون تو مدرسه شنیده میشد. نمیدونم شاید اشتباه کردم، ولی میخواستم بدونم این ماجرا چه تأثیری روی بچهای مدرسه گذاشته. بنویسید یک مجلس ختم بکشید. یک مجلس ختم بکشید. بدهیدیم بچه بکشید. درد اونجا هسته تابوت بیستم. بله هرچی بخواهیم میشه بکشید. آه میگن نه باشه سر مورده افزاد. ولی میگن نه باشه سر مورده افزاد. ولی ما رفتیم قبل سنی یه مورده اینا قدش بالا و پاش از تابو زده بود. اسلام دوست. اسلام دوست. بیا بیرون، بیرون کار دارم، بیا بیرون. بیا بیرون. تو برای چی گریه کردی؟ ناسه، برای چی گریه میکنی؟ یاد بده بازم رو بیاده. چرا برای مادر گریه میکردی؟ آه، همینطور یا. ایچ. قومی بیا برو به سر صورتت آب بزن. بیا برو قومی. قومی بیا برو، بیا برو به سر صورتت آب بزن. بیا واقف نیا. من چی گریه میکنی؟ بگوانی بردی با دلم میخواد یه نفر به هم بگه آره تو حق داری که خسته بشی. مگه از یه معلم هنر باید از کتاب کهنه و یه مشت عمری چه کاری برمیاد؟ چرا نمیتونستم بچه های شهرم نزدیک تر باشم؟ اصلا چقدر شاگردامو میشناختم؟ نمیخواستم احساس کنم شغلم میتونه بیهوده باشه. میتونیم پدر خودتونو بکشیم وقتی داره چیکار میکنه؟ شغلش رو انجام میده. میتونی مادر بکشی موقعی که شغلش انجام میده، اگه مادر خونه داره، مادر که توی خونه داره کار میکنه. میتونی خودتون رو بکشی وقتی دارین با خانواده رفتین مسافرت، رفتین یه جا، یه کاری دارین با باباتون میکنین، هر کاری، هر کاری که دوست دارین. میتونی عکس دماغو بگیری بچه‌ها. عکس دماغو ازایدی میگیریم، دماغ. عکس دماغ از اون بگیرید. نخیر آقا شما لطفاً سعی کنین دماغو خودتون بکشید.
چرا بابا تو نمیکشی ناسه؟ چاق آقا. خب چاق باشه، چرا نمیکشیش؟ اندامش یه جور سخت بگیشن آقا. خب نقاش حرفه ایم بزن بگیش آقا. از نقاشی بچه ها خیلی چیزا میشه فهمید، چون کمتر میتونن کاری رو مخفی کنن یا بخوان که دروغ بگن. این نقاشی همون بچه یه که اون روز واسه مادرش گریه میکرد. توی این نقاشی مادرش رو پشت به تصویر کشیده و صورت مادر دیده نمیشه. اما توی یه نقاشی دیگرش به جای مادر پسر عمش رو کشیده و دور نقاشی کادر بزرگ گذاشته و پشتش نوشته و به این شیوه هوشمندانه دوباره مادرش رو حذف کرده. سعید عشقی خانواده‌اش رو به این شکل عجیب کشیده. با اینکه پدر خیلی عصبانیه ولی بچه ها دست و دست اون دارن و مادر با فاصله از اونا دورتر وایستاده. داشتم این پسر رو به کل فراموش میکردم. اینقدر اذیتم کرد که چند جلسه ای بود به کلاس راش نمیدادم. اما برای برگردوندنش هم دیر شده بود. تک تحصیل کرده؟ خیلی ما صحبت نباشه، معافی جو. احساس میکردم منم تو فرار عشقی مقصرم. این قضیه باعث شد به واقف نیا توجه بیشتری کنم. بشین واقف نیا. من تو رو از کلاس انداختم بیرون اینجا آواز بخونی؟ نخندی. بینجا ببینم، بینجا ببینم، همینجا بایس، اینجا، اینجا بایس. آواز خوندی و اینه میکشم اتا، همینجا بایس. سر کلاس من شلوغ میکنی، درقش بازی را میندازی، بچه ها رو میخوای بخندونی. چی گفت آقا؟ کی گفته؟ من میگم آقا. یعنی چی کی گفته؟ تو این کارا نکردی؟ نه. تو نکردی؟ نه. پا میشم دوباره با خطکش میزنم. نکردم یا چرا این کارو میکنی؟ دوست داری بچه ها باید بخندن؟ خوشت میاد از اینکه دلغک بشی؟ پس چرا این کار میکنی؟ بچه ها میخندن تو خوشحال میشی؟ چرا؟ خوشم ما از این میمونده. چیکار میخوای بکنی؟ نمیخوای دیگه درس بخونی؟ نه. چرا؟ ترک تحصیل کنی. میخوای ترک تحصیل کنی؟ درس سخته دیگه، نمیتونیم بخونی. امسال دو ساله بر دومین بار دارین درس ها رو میخونی. بازم سخته ته؟ بخاطر فلفل زیاد میخوام. یه قاشق فلفل میخوام بخاطر. کلم خراب میشه. چون فلفل خوری کلم خراب میشه. این چته بتا چیه میگیره؟ پدر چی کاره است؟ من زیر پل شهبازم نگهبان. نگهبان چی؟ اسکله. اسکله؟ خب چرا نمیاد مدرسه؟ وقت نداره. مشکلش چی؟ میره بیرون. آیا وقت نداره اصلا بیاد مدرسه؟ نه. چرا؟ میره بیرون دیگه. میره سرکار میاد بیرون. شما الان یه دونه گیاه رو بکاری یه جا بهش آب نمیدی؟ به بابات بگو آقا من یه دانش آموزم. اینجوری نیست که فقط من رو ثبت نام بکنی آخر سال بیا کارنامه بگیری. گفتم یک بار دیگه هم میگم اگر اولیات نیومد خودم از فردا دیگه مدرسه نیا. بگو مدرسه گفته حتما باید بیای. به جای اینکه جلسه بعد اولیاشو بیاره از مدرسه فرار کرد و رفت برای من یه چیزی بخره تا شاید بخوام ببخشمشو به کلاس راش بدم. دوزاری افتاد خدا بدم. آیا بار دیگه برمان بگیم چه بودا نخیم یار گفتم اگه یاد نمونده واقعا تقصیر خودته. برو بس بیرون برو. واقف نیا کی گفت اینجا برو بیرون. واقف نیا بیا اینجا واسه کارت دارم. برید بیرون، برید بیرون اینجا واسه کارت دارم. واسه کارت دارم. نرگسی برو بیرون. برید بیرون آقا بیا برو بیرون. اون بیرون اینجا اون چی من بگم چی آورد. بچه چی آورد اینجا. بذار اینجا بمون. نامه عذرخواهی واقف نیا باعث شد منی که تمام طول سال تنبیهش کرده بودم به تصویر آرومتر و بچگانه تری ازش فکر کنم. چیزی شبیه به تصویر اولین روزهایی که به این مدرسه پا گذاشته بود.
من میخواهم ترک تحصیل کنم و سرکار بروم و به مادرم در خرج خانه کمک کنم. من میخواهم نجاری کنم. اگر سرکار بروم میخواهم از این شهر برم. آقای بهرامی، خواهشمندم یک ذره هوای ما را در کلاس هنر داشته باشید. هنر یعنی بیان احساسات و نامه واقف‌نیا به نظرم واسه اون بچه یه اثر هنری کوچیکه. اون نامه باعث شد از شاگردان بخوام تا این بار بنویسن. خانواده من، پدرم در اداره بندر کار میکنه، مادرم خانه‌دار است و خواهرم کارش همیشه فضولی است. من تعجب میکنم که چطوری پارسال معدلش رو 19.25 زدم آورده است. یک روز تابستانی من در تابستان در اسکله پیش عمو میروم و در آنجا در بارکشی کمکش میکنم، جایی که کشتی میآید و بارهایش را باید خالی کرد. مادرم خانه‌دار و گاهی توری را از مردم گرفته و برای آنها میبافت و در مقابل پول ناچیزی از آنها میگرفت. پدرم بیشتر صیادی میکند و اگر شد گاهی هم به جوشکاری میپردازد. پدرم در حال حاضر صیاد است و من تابستانها به پدرم برای در صیادی کمک میکنم تا کارش راحت‌تر شود. از نوشته‌های بچه‌ها فهمیدم که خیلی‌هاشون بیرون از مدرسه به همراه پدرها یا به تنهایی کار میکنن. من در تعطیلات نوروز کار می‌گردم و پول جمع کردم و قسمتی به پدرم کمک کردم و قسمتی را در بانک گذاشتم. من آرزو دارم یکی از آن جوایز را برنده شوم و برای خانواده خود خانه‌ای تهیه کنم. برادران من درس نخواندند و ضعیف شدند تا که تحصیل کردند. آنها مجبور بودند صیادی کنند و من این شغل را دوست ندارم، چون خیلی کار سختی است و کمر آدم درد می‌گیرد. من دلم میخواهد مثل پدرم خیاطی کنم. محل کار او در زیر بلندزلی است. خانواده من همهشان شغلشان صیادی است، حتی عموی من هم. پدر من در زمستانها سر پره میرود و در تابستانها شبها تا صبح در مرداب ماهی میگیرد و مادرم گاهی اوقات که بیکار است برای صیادان تور میبافند. من صیادی را به هیچ وجه دوست ندارم، چون همیشه ماهی نیست و اگر بدون مجوز ماهی گیری کنی ماموران محیط زیست می آیند و تور را پاره می کنند. والدین اکثر این دانش آموزا زندگیشون از دو راه می گذره، از صیادی و مسافرهای فصلی که عاشق دریای این شهرند. اما شاید اگه همون مسافرها هم روزیشون به دست دریا بود، در روزهای طوفانیش یا وقتی ماهی ها رو تو دل بزرگش مخفی می کنه، چهره دیگه این شهر رو به خوبی می دیدن. داشتم بی هدف توی شهر میگشتم و هر جا که میرفتم نقاشی ها یا نوشته های بچه ها به یادم میومد. همون روز عشقی رو دیدم که داشت توی اسکله کار میکرد. باهاش صحبت کردم و سعی کردم راضیش کنم که برگرد. خیلی خب من بگو ببینم چرا اون یکی دو هفته نیومدی مدرسه؟ مدرسه دوست نداشتیم، نمیخواستیم بیایم مدرسه، بعد میخواستیم بریم کار کنیم. میخواستی بری کار کنی؟ دیگه نمیخواستی اصلا مدرسه بیای؟ چرا مدرسه رو دوست نداری؟ دوست نداریم. خب از چیش خوشت نمیاد؟ دوست نداریم درس بخونیم. خب اون یکی دو هفته چی کار میکردی برام تعریف کن؟ همش میرفتیم میگشتیم، میرفتیم سر پل وای میستادیم، میرفتیم پیش اسکله پیش اونا وای میستادیم، دیگه آخرین روز رفتیم مکانیکی قایق موتوری سازی. خب چرا دوستش یاری سر کار؟ مخواستم برم چون دوستم الان موتور داشته، مخواستم برم منم کار کنم سر کار، پولام جمع کنم برم موتور بخرم. موتور بخری؟ بعد می‌خواستی چیکار کنی؟ برم دور بزنم باهاش. خب تا کی می‌خواستی با موتور دور بزنی؟ هم بریم اونجا سر کار هم با موتور مثلا بریم دور بزنیم. آها، هم بری سر کار هم بری با موتور دور بزنی، فکر خوبیه نه؟ ازت اونجا تعهد گرفتن؟ یه صفحه است اونجا نوشته هر کی عکس داره. واسه بعضی هیچی ننوشته، ولی واسه ما از اول تا آخر همه ننوشته. آها، یه صفحه تعهدنامت پره پره دیگه. دیگه اصلا فرصت یه بار دیگه این کار بکنی باطل میشه. آره. خب بعد تو این همه مدت نیومدی مدرسه، هیچ کس تو خونه تو نگفت چرا نمیای؟ چرا؟ مادر من گفت. بعد بابا چی؟ بابا به طرف نمیزد؟ زیاد نه میگفت ولی اونطور زیاد نه. بابا چی کار میکنه؟
قبلا توی قبرستونی مثلا قبران رو میشست یا رنگ میزد یا پیشو بیشتر ولی پیشو مردم اون سنگ تراشی میکرد. آها بعد از اون چیکار کرد؟ الان دیگه پیش شیشواری اینجا کار میکنه. اولم شغلش کناردری یا صیادی بود. آها بعدن بازم اومد شیشواری وایست. چرا دیگه صیادی نمیکنه بابا؟ صیادی دوست نداره. چرا؟ هی میان هی موتورش رو میگیرن، هی تور رو میگیرن، هی قایق رو میگیرن اونجا پلاژ. مگه بابا مجوز نداره برای صیادی؟ هیچ کی مجوز نداره. چرا؟ واسه صیادی مجوز نمیدن. بی تفاوتی این بچه نسبت به من و مدرسه مثل گذشته آزارم نمیده. اون زندگیش جور دیگه ای میگذره و رنگ دیگه ای داره. اون به خوبی میدونه که فصل صید و مسافرها همیشگی نیستن. اون چهره خالی و خلوت این شهر رو به خوبی میشناسه. میخواستم سعی کنم تا شاید بتونم این بچه رو به فضای کلاس و مدرسه علاقمند کنم. خوشبینانه فکر میکردم که میشه. همون روز قبل از زنگ آخر دوباره از مدرسه فرار کرد. مهاجرت پرنده های دریایی داره آروم آروم شروع میشه و این یعنی پایان سال تحصیلی توی راهه. من اینجا روی این پل وایسادم تا صیادایی رو تماشا کنم که دارن آخرین قلاب های این فصل رو به آب میندازن و دنبال یه دلیل میگردم، فقط یک دلیل، که به این شغل ادامه بدم.